بفرمایید. سلام آقای شهبازی. سلام علیکم. صدا میاد؟ ببخشید. روز میخوام. صدا خیلی خوب میاد. بله بله، حال شما خوبه؟ خدا قوت میگم بهتون. خیلی خوب. بله بفرمایید. فرح هستم از تهران. خانم فرح. بله بفرمایید. بله، برنامه های هر هفته واقعا عالی هستن. واقعا ممنون و قدردان زحمات شما هستیم. ممنونم. و این برنامه شما، برنامه بینندگان و پیغام هاشون واقعا عالی شده و بسیار آموزنده شده. اگر کسی توجه کنه و واقعا اولا که میبینین که ناامیدی رو رفع میکنه. شما میبینین که یه نفر با یه سال تماشای برنامه و کار رو خودش و تکرار ابیات چقدر پیشرفت کرده، شما امیدوار میشین. بله ما راه های به اصطلاح غیر مؤثر رو ما خیلی امتحان میکنیم، میبینیم کار نمیکنه، ناامید میشیم. ولی این برنامه به شما میگه که نه، این راه ناامید کننده نیست. شما میتونید به نتیجه برسید به شرطی که رو خودتون کار کنید، شرایط رو برقرار کنید. فقط رو خودتون کار کنید، ابیات رو تکرار کنید، به برنامه با تعهد گوش بدید، قانون جبران رو رعایت کنید. اگه این کار رو بکنید حتما موفق میشین. بله واقعا همه از زحمات شماست، همچنین زحمات دوستانی که با شما همکاری میکنن. واقعا از همشون ممنون و متشکرم. با اجازتون منتخبی از برنامه 1009 تهیه کردم. البته طولانیه ولی تا اونجا که وقت اجازه بده بفرمایید. بله و یه مقدارش هم نمیخونم تا زودتر تموم شه. با اجازتون. خواهش میکنم. بی تو بسر می نشود، با دیگری می نشود، هرچه کنم عشق بیان، بی جگری می نشود. غزل 545. در این غزل ما اعتراف می کنیم به خدا، می گیم ما به تو نیازمندیم، چون بدون تو زندگیمون درست پیش نمی رود. از اونجایی که برای بیان عشق و وحدت با تو به این جهان آمدیم، نباید با هر چیزی که ذهنشون می ده زندگی کنیم، زیرا هر چقدر پایین عشق یعنی وحدت مجدد با تو رو بیان کنیم، بدون هوشیاری و انباشتگی حضور امکان نداره که اون در اثر تسلیم و فضل و گوشه ما در این لحظه صورت میگیره. در شب دنیا که محجوب از شید، ناظر حق بود و زور بودش امید. از علم نشرد و چشمش سرمه یافت، دید آنچه جبرئیل آن بر نساخت. عشق دوان هر سحری از دلم آرد خبری، هیچ کسی راز دلم خود خبری نشود. هر لحظه میتونه با تصمیم و فضل و گوشایی برای سحر بشه. وقتی مرکزم باید نشدن وقتی رو بست میشه برای خدا نائل میشیم. وقتی فضل در درون ما باز میشه، از دل اصلی ما که خدا هسته، یه خبری، یه عقل جدیدی، یه شادی اصلی که سون و آفریدن یک فکر جدید میاد. یک سر مو از غم تو نیست که اندر تن من آب حیاتی ندهد یا گوهری نشود. اگر با فضل و گوشه کاری خود یک سر همان دیگه ها رو شناسایی کنیم، بیاندازیم، حتما خداوند اون ریجه سب میکنه و به ما آب حیات میده. و این شناسایی همان دیگی و انداختن اونها تبدیل به گوهر حضور و هوشیاری میشه. با سلیمان پای در دریا بنه، تا چه داوود آب سازد سد بره. ما هر لحظه باید با خداوند قدم به دریای کیسایی او بذاریم، تا مانند حضرت داوود صد نو ذره حضور بسازیم. از این دل باز شده ما صد نو ذره حضور بسازه تا ما رو در مقابل منهای ذهنی بیرون محافظت کنه. مرغ خوبی این سلیمان شود، عاشق ظلمت چو خفاشی بود. دفتر دوم بیت 372. کسی که فضا رو باز نمی کنه که خدا رو به مرکزش بیاره،
یعنی با من ذهنیش پیش میره و مانند خفاش عاشق تاریکی و تو تاریکی باقی میمونه. با سلیمان خوی کن ای خفاش و تا که در ظلمت نمانی تا ابد. دفتر دوم بگیشی و هفت شفته. ای من ذهنی که رفت باقی فضایی یکتایی هستی، با خدا خوی کن لحظه به لحظه فضا رو باز کن تا مانند خفاش تا ابد در تاریکی ذهن باقی نمونی. آمد از حضرت ندا که مرد کار، ای به هر رنجی به ما امید دار. حسن زن هست و امیدی خوش تو را، که تو را گوید به هر دم برتر را. هر زمان که قصد خواندن باشدد یا ز مصحف ها قرائت بایدد، من در آن دم وادهم چشم تو را، تا فرو خوانی معظم جوهر را. آفرین. از زبان خدا به ما یه درستی که هوشیاری جسمی داری، ولی هر وقت بخوای چیزا رو به مرکزت نیاری، فضا رو باز کنی، در قصد خوندن قرآن درونت، یعنی اصل خودت رو داشته باشی و واکنش نشون ندی، من در اون لحظه چشم هوشیاری رو به تو میدم تا جوهر اصلی خودت رو بخونی. در راه تبدیل هوشیاری جسمی رو هوشیاری حضور، باید همیشه با تکرار ابیات مولانا و کار کردن در چهار بعد خودمون مجال فکرهای همانیگر به ذهن ندیم. میدونیم در راه معنوی که در پیش گرفتیم باید همواره در حرکت باشیم، چون توقف ما سبب هلاکت میشه و تا وقتی من داشته باشیم خداوند بنا به قانون غیرت خودش نمیتونه ما رو به چادر خودش که فضای یکتایی دعوت کنه. چون راه رفتنی توقف حلاکت هست، چونت قنق کند که بیا خرگه بنده را. هنر خیش بپوشم ز همه تا نخرندم، به دو صد ای دلنگم که خرد جز تو امیرم. غزل 16 در من مهارت و فضیلت ها رو باید از همه بپوشونم تا مورد تایید درجه منهای ذهنی قرار نگیرم و با فضا گوشایی ایکای خودم رو ببینم تا کسی غیر از خدا منو نخره. آن هنرها گردن ما رو ببست زن مناسب در نگونداری مپن. آن هنرها سیجی بنا حبل مسر روز مردن نیستان زنها مدر. آن هنرها جمله قول راه بود، غیر چشمی کود و شه آگاه بود. عبیات 29-11 تا 29-14 دفتر ششون. آره این هنر جمع نبود، آن اونی که فیجی دینا حبل و مسد داره. آن هنر یه بار دیگه لطفا بخونید. آن هنر فی جیدنا و حبل و مسد. بله، آن هنر فی جیدنا حبل و مسد، روز مردن نیست زان فنها مدد. آفرین. بله، این سه بیت رو میخواییم دوباره بخونید. این سه بیت خیلی مهمه. بله، یه بار دیگه این سه بیت رو بخونید. درستم. آن هنرها گردن ما را ببست وان مناسب سرنگونساری مپن. آن هنر فیجی بنا حبل و مسد، روز مردن نیست وان فنها مدد. آن هنرها جمله قول راه بود، غیر چشمی کوز شه آگاه بود. بله. هر که داد او حسن خود را در مزاد، صد قضای بسی او رو نهاد. حیله ها و خشک ها و رشک ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. دشمنان او را به غیرت می برند، دوستان هم ریزگارش می برند. بله. عبیات 18-35 تا 18-37 دفتر اول. چیز حشر از خود رفتن جانها به سفر، مرغ چو در بیضه خود بال و پری نمی‌شود. از ما سوال میکنه قیامت چیه؟
قیامت اینه که از خود اصلی یعنی هوشیاری خودت با باز کردن فضا و قائم شدن به جوهر اصلی به صفت سی اون بری. همونطور که جوجه علی از اطراف باقی بمونه نمیتونه بالا پر پیدا کنه و به مرغ تبدیل بشه، ما هم اگر در ذهن و در ذهن همانیدگی ها سبب سوی ذهن بمونیم نمیتونیم به سوی خود اصلیمون حرکت کنیم. دانه دل کاشته زیر چنین آب و گلی تا به بهارت نرسد او شجری می نشود. خدایا تو خودت رو به صورت دانه گل در زیر آب و گل ما که همون فکرها و تن جسمی و هر چیزی که ذهنشون میده قرار دادی. اگر بهارت به من نرسه نمیتونم مانند درخت رشد کنم و به بی نهایت تو زنده شم و به شکوفایی حضور برسم. وی شوی بینی تو اخراج بهار، لیل گردی بینی علاج نهار. بیت 552 دفتر پنجم. شکوفه شدن بر اساس همانیدگی ها زمستانه و اگر نسبت همانیدگی ها دل سرد بشه بیرون اومدن روز خوب و اوجه رو در خودمون میبینیم. ببخشید من فکر کنم وقتم تموم شده. حالا چند تاشم بخونید دوباره، یکی دو دقیقه هم بخونید ببینیم یه جایی برسونید شما پیغامتون رو. پیغامتون خیلی عالیه خانم، ممنونم، زحمت کشیدین. خواهش میکنم، خواهش میکنم. در غزلم جبر و قدر هست، از این دو بگذر، زان که از این بحث به جز شور و شری می نشود. انسان من ذهنی با سرفتازی ذهنی میگه در این غزل جبر و قدر هست و من نمیتونم وضع موجود خودم رو تغییر بدم و هیچ چیز دست من نیست، من هیچ کاری نمیتونم انجام بدم چون همه چیز دست خدا. وضعیت ما قوه اختیار و توانایی انتخاب داریم، میتونیم با تصمیم و فرد روشهی مرکز خودمون رو از همانیدگی ها خالی کنیم تا خداوند با قانون قضا یعنی قضاوت خودش و قدر یعنی اجرای حکمش و همینطور با کنفرکان خودش ما را از ذهن آزاد کنه تا جنس اصلی خودمون و بی نهایت شادی اون رو تجربه کنیم. از پدر آموز که آدم در گناه خوش فرود آمد به سوی پایگاه، چون بدید آن عالم و اسرار را در دو پا استاد استقبال را. در سر خاکستر انبوه نشست، از بهانه شاخ تا شاخی نجه. ربنا انا ظلمنا گفت و بس، چون که جانداران بگید او پیش و پس. ابیات 324 تا 327 به دفتر چارم. از پدر آمون ای روشن جلیل، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این. نه بهانه کرد و نه تدبیر ساخت، نه لبای مکر و حیلت برداخت. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد، که بودم من سرخو کردیم زرد. زان که رنگ تو سبقم توی، اصل جرم و آفت و داغم توی. هین بخوان رفته به ما اول تنی، تا نگردی جبری و کم تنی. این یکی رو توضیح میدم چون اونایی دیگه که انقدر خوندیم همه مشخصه. اینجا خداوند میگه آگاه باش و بگو که ابلیس، مولانا میگه آگاه باش بگو که ابلیس به خدا گفت به سبب اون که من رو گمراه کردی تو جبری و گمراه نشی مثل ابلیس و به راه کج نری. بر درخت جب تا کی برجهی، اختیار خیش را یک سو نهی. میگه تا کی میخوای از درخت جب باراد بالا بری و اختیار خودت رو کنار بذاری. همچون ابلیس و ذریات او با خدا در جنگ و اندر گفته بود، مانند ابلیس و فرزندان اون که تمام منهای ذهنی هستن با خدا در دست و جنگ و گفتگو در حسب سرفتازی ذهنی نباش. گفت پیغمبر که احمق هر که هست او عدو به ماست و قول رحسن هست.
دفتر 4 بیت 1945 پیغمبر هم فرمودن که هر کس از طریق همان احتیام میده احمقه و دشمن من دوز راهه. پس هر کسی که در این لحظه اختیار فضل و گشایش از دست بده جبری بشه که من نمیتونم از ذهن خارج بشم، خودشو مریض میکنه و در قبر من ذهنی باقی میمونه. ممنونم آقای شمع، خیلی طولانی خیلی زیبا، ممنونم، خدا حافظ شما. خواهش میکنم، سلامت و برقرار باشید، خدا نگهدار. بفرمایید. الو. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام شما، خوب هستین؟ سلام، خواهش میکنم، بفرمایید. بله. وقتتون بخیر. من شما از نرگس هستم از نروژ. خانم نرگس، بله، بفرمایید. خوب میشم. آقای شخص، میخواستم یه سری شناسایی که از گوش کردن به پیام دوستان انجام دادم بخونم خدمت. بفرمایید. بله. هم بخوان رب به ما اقویتنی تا نگردی جبری و کش کمتنی. شناسایی هایی که از خواندن غزل ها و گوش کردن به پیام های دوستان و سیکل تکراری اشتباهات هم در خودم دیدم را با عرض معذرت خواهی خدمتتون میخونم. یک، عدم تمرکز بر روی خودم و عیب دیدن در دیگران. به علت جدا دیدن خودم از دیگران و دیگر انسان ها، در حالی که اگر به وحدت واقعی زنده باشم میدانم که من جز من در بیرون نیست و هرچی میبینم آینه منه و باید عیبی را در خود شناسایی کنم و حل کنم تا در جهان بیرون تغییری حاصل شود. گر همان عیبت نبود ایمن نباش، او آن عیب است و گردد نیست فاش. دو، زندگی خواستن از من ذهنیم، افکارم، تصاویر ذهنی مثل همسر، فرزند، پول، کار، در حالی که تنها از زندگی یعنی فضای گشوده شده با تکرار ابیات باید قوت و امنیت و راه زندگی را دریافت کنم، نه با فکر و سبب سازی و راه نمایی یا تقلید از دیگران. روح پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی فکر چیزی نخواه. به عدم تکرار درست ابیات و ترجمه و تفسیر با ذهنم و گوش به صدای ذهنم در هنگام خواندن ابیات و خاموش نکردن ذهنم، در حالی که خواندن ابیات نباید ابزار دست من ذهنی من باشد که به روش خودش تفسیر کند، بلکه من فقط باید تکرار کنم و اجازه دهم ارتعاش ابیات در من کار کند. فکر عادت، فکر را در احتضار، فکر را خورشید این افسرده ساز. 4، شناسایی همانیدگی ها و خواستن انداختن همانیدگی ها با من ذهنی، نه با غذا و کنفکان توسط زندگی. در صورتی که من شناسایی را اگرم انجام می دادم، از من ذهنی می پرسیدم که حال چطور این همانیدگی را بیاندازم و من ذهنیم با سبب سازی به من یا ضرر می رساند یا بیشتر همانیدگی و مقاومت را در من ایجاد می کرد. 5، بازی ندانستن ذهنم، افکارم، تصاویر و منهای ذهنی خودم و اطراف و جدی گرفتن وضعیت این لحظه، چون به اندازه کافی ابیات را تکرار نمی کردم و اولویت اول نبود، چرا که برای بازی گرفتن این لحظه نیاز به سطح هوشیاری بالا دارم که فقط با تکرار ابیات میسر است. یا در آخر زمان هر طرف سازی، باطن او جد جد، ظاهر او بازی، جمله اشراق را یا بدین علم کشت تا نکند هانوهان جهل تو تنازی. 6، باور کردن دروغ‌های من ذهنی خودم، مثل این که من میدانم، من برترم، من معنویم، یا من حقیرم یا گناهکارم، چون به من ذهنی خودم فرصت صحبت میدادم، در حالی که اگر دارم من ذکر ابیات را میگفتم اجازه تعیین روش گفتگو به ذهنم را نمیدادم. علتی بدتر از پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودالا. 7،
ندیدن زندگی در دیگران و نقاط مثبت و زحماتشان، قدردان نبودن در حقشان، چون ذات من ذهنی در جدا دیدن خود از دیگران هست و عدم مسئولیت پذیری تمرکز بر اشکالات بیرون هست. ولی وقتی فضا گشایی میکنم، فقط روی نقاط قوت و پیدا کردن راه حل چالش تمرکز دارم و پذیرش اتفاق این لحظه. کمال سر محبت ببین، نه نفس گناه، که هر کی بر هر کی بی هنر افتد نظر به عیب کند. از اینا پندقم تماش. خیلی خوب، بازم هست؟ بله هست بازم. چهارده شمارش های شهبازی، هفت شمارش خوندم، نصفش خوب. حالا بخونید، به پیغامتون خیلی خوبه، ممنونم. شما دارین اشکالات خودتون رو پیدا کردین، دارین میگین احتمال اینکه این اشکالات در ما هم باشه خیلی زیاده خانم. بله بفرمایید. هشت، حسادت کردن و مقایسه کردن و حریص بودن در بیشتر، خواستن پول بیشتر، بچه بهتر، همسر بهتر، محل زندگی بهتر، آدم معنوی تر، در حالی که وقتی فضا گشایی میکنیم و از شیرینی زندگی میچشیم با تکرار ابیات قانع و ممنون هستیم و هیچ تشنگی و نیازی برای بیشتر و بهتر نداریم و اینجایی و اکنونی را قبول داریم. تا حرم بیتی بیان پاکی است، گنج نور است گر تلسمش خاکی است. نور غیبت کردن و عیب گفتن، حبرسنی کردن و راه نشان دادن به خاطر عدم مسئولیت پذیری و فرافکنی من ذهنی و ترس از عدم کردن مرکز، در حالی که در فضای گشوده شده به ارزش خود پی میبریم و فراوانی اندیش هستیم و حس کمک از روی عشق را داریم، نه از روی دلسوزی من ذهنی. به ارزش خود پی میبریم و فراوانی اندیش هستیم. تا کنیم اقیقی را حب رستنی پیشت را فتخو و خالی می کنیم. ده، مالک فرزند و همسر و پول و شغل و خودم بودن و خواستن کنترل کردن آنها به سبک پاک ذهنی خودم، در واقع عدم توکل کامل به زندگی و دانستن توکل بیشتر به صورت ذهنی و در موقع عمل ترسیدن و سبب سازی کردن و عدم درد هوشیارانه در لحظه و ناظر بودن به آنچه ذهنم به عنوان سبب سازی به من تحمیل می کند. نتیجتاً مسئله سازی و خلق بودن، در صورتی که در فضای گشوده پی به وحدت برده متوجه می شدیم ما جز زندگی نیستیم و مالک خود یا زندگی یا شخص و شخص و یا شی نیستیم. کافی هم به تمتر هم انجام خیر، بی سبب، بی واسطه یاری غیر. کافی هم بیدار رو از درمان کنم، گور را از چاه را میدان کنم. خود ندارم هیچ به سازد مرا، که زلحن دارم از نیست انا. یازده، دخالت در کار زندگی، دخالت در روند رشد طبیعی همسر، فرزند، حتی خودم با من ذهنی. مثال اگر گریزی و نایی با تا به پیش، بر هم زنیم کار تو را همچو کار خیش. دوازده، با خطکش ذهنی سنگیدن معنویت خودم به وسیله من ذهنی، چنان گشت و چنین گشت، چنین راست نیاید. مدانید که چونید، مدانید که چندید. سیزده، جدا دیدن خودم در من ذهنی، در صورتی که خود زندگی در من کار می کند، حتی مواقعی که در ذهن می روم. چهارده، ازدواج و شروع زندگی مشترک و بچه دار شدن زمانی که صلاحیت بر این کار را نداشتم. نتیجتاً ضربه و آسیب به خود و همسر و فرزند زدم. بعد از مدرک دانشگاهی گرفتن با توهم رتبه اول در دانشگاه و توهم اینکه مدیریت مالی خودم را دارم، در هر چیزی از زندگی می توانم موفق باشم، پس زندگی خودم هم را هم با علم دانشگاهی می توانم مدیریت کنم و من در صورتی که منطق زندگی خارج از توان ذهن تحلیلگر
و برنامه ریزی کننده من بود. بعد از 10 سال از زندگی مشترک و آشنایی با برنامه گنج حضور متوجه شدم ازدواج، بچه دار شدن، سر کار رفتن، خانه خریدن، اتومبیل گرفتن، حتی خارج کشور رفتن یا هر سبب سازی غیر از فضا گشایی و زنده شدن به عشق از درون راه حل نبوده. ولی این مسیر هم مسیر ذهنی نیست. نیاز به صبر، کنفکان، نه زندگی و تکرار و تعهد و مداومت دارد. بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توست را. خیلی زیبا، آفرین آفرین. خداحافظی میکنم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام، خواهش میکنم. بفرمایید. خسته نباشید. ممنونم. بفرمایید، خواهش میکنم. پیام داشتم، متنی آماده کردم. بله بله، بفرمایید. مریم هستم از خوزستان. مریم خانم، بله. به نام خدا. اختیار در جبر و یا اختیار در هست. خداوند به ما قدرت اختیار داده. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو. قدرت اختیار باید در جهت پرهیز و حزم باشد، نه در جهت جبر من ذهنی و سوق دادن ما به طرف شهوات نفسانی. قدرت اختیار در جهتی مفیده که ما با پرهیز و شناسایی و عقل و خرد با آن بیاندیشیم، نه اینکه هرچی نفس خواست اختیار داشته باشیم ولی هرچی آن عقل و خرد خداوند خواست اضطرار ببرزیم. هرچی نفست خواست داری اختیار، هرچی عقلت خواست داری اضطرار. در این قدرت اختیار اگر ما با جبر من ذهنی که ما را اجبار می کند که به طرف همالیدگی برویم و در دامهای سبب که در صحرای ذهن گسترده شده بیفتیم، ما باید اختیار جبر من ذهنی را کنار بگذاریم و به این جبر من ذهنی سوء زن داشته باشیم تا مثل آن بز کوهی نباشیم که در بند دام این دنیا گلوی ما را بگیره، بند این دام دنیا بیفتیم و این گلوی ما را بند دنیا بگیره. در مقابل اختیار جبر ما اختیار حزم را داریم که به هر همانیدگی با حزم و دوراندیشی فکر کنیم، چون در این صحرای ذهن که گستردگی فراوانی داره قدم به قدم آن برای ما مثل دامه. اگه با قوه اختیار هضم به این صحرای ذهن بیاندیشیم، خواهیم توانست که به دام همانیدگی ها نیفتیم. اختیار هضم یعنی فضاگشایی و اختیار جبر یعنی فضابندی و به ذهن رفتن. اختیار هضم یعنی از بدگریزان شدن و اختیار جبر یعنی پافشاری در رنجور کردن خود ما. حالا ابیاتی چند از هضم و سوء زن داشتن به این معنی ذهنی. حزم آن باشد که زن بد داری تا گریزی و شوی از بد داری. من باید به من ذهنی خودم و دیگران زن بد داشته باشم تا بتوانم از بدی های وجود خودم و دیگران در امان باشم. حزم سوء زن خواندست آن رسول، هر قدم را دام می دانه فضول. رسول و پیام آوری مثل حضرت مولانا ما را به حزم و سوء زن نسبت به من ذهنی خودمان و دیگران سفارش کرده است که در هر قدمی از من ذهنی خودمان وید و دیگران دامی برای ما گسترده شده و ما باید دام و دانه را در هر قدم از من ذهنی ببینیم و در این دام نیفتیم. روی صحرا هست هموار و فراق، هر قدم دامی کمران اوستاق. در صحرای ذهن که گستردگی فراوانی دارد، هر قدم دامی است برای ما که در این گستردگی ذهن همانیدگی های فراوانی وجود دارد. اگر ما به طرف این همانیدگی ها برویم و گستاخانه در این دام های من ذهنی قدم بگذاریم، این دام ها دست و پای ما را می گیرد و گرفتار می شویم. آن باز کوهی دود که دام کوه، چون به تازد دامش افتد در گلو. باز کوهی ما هستیم و همیشه با عجله و شتاب من ذهنی می خواهیم که به همه چیز برسیم
و چون با عجله گام بر می داریم و می خواهیم که علوفه و دانه های همانیدگی را زودتر از بقیه بخوریم، ناگهان دام را نمی بینیم و آن بند دام همانیدگی گلوی ما را می گیرد. آن که می گفتی که دام کو اینت ببین، دست می دیدی نمی دیدی کمید. اگر ما با این نصایح بزرگان باز بخواهیم با شتاب به این همانیدگی ها با من ذهنی ادامه بدهیم و در این بین حزم و دوراندیشی نکنیم که چه چیزی به نفع ما و چه چیزی به ضرر ما تمامی شود و این دامها را نبینیم و فقط دشت و گستردگی صحرای ذهن را ببینیم و کمین را نبینیم، دچار حماقت من ذهنی می شویم و گرفتار این دام ذهنی می شویم و زندگی را به کام خود و دیگران تلف می کنیم. بی کمین و دام و صیاد ای عیار، دنبه کی باشد میان کشتزار. اگر کمین و دام به وسیله صیاد من ذهنی برای ما گسترده نشده، دنبه همانیدگی چطور در میان کشتزار گذاشته می شود؟ دنبه همانیدگی به وسیله صیاد من ذهنی برای گرفتار کردن ما آنجا گذاشته شده. ما باید به طرف این دنبه نرویم و هوس خوردن آن را نکنید. وین کمین بی صبر و حزمی کس نجست، حزم را خود صبر آمد تاوده است. از این کمینگاه من ذهنی کسی بدون حزم و صبر کردن رهایی نمی‌یابد و این حزم با صبر و فضاگشایی و تکرار این ابیات و به کارگیری آنها دست و پای ما می شود و ما و به ما کمک می کند ها به این فضای گشوده شده وارد شدیم. حزم کن از خوردن زهرینگی هاست، حزم کردن زور و نور اولیا هاست. ما با حزم و تأمل و ناظر بودن بر ذهن باید از خوردن این گیاه زهر آگین، یعنی غذای همانیدگی که می تواند انواع غذاهای همانیدگی باشد، مثل حسادت، خشم، کینه، تایید توجه، حرص، بخت، تنگ نظری به غیره می باشد، به پرهیزی. حزم همان تأمل و فضاگشایی است در برابر انواع مقاومت و قضاوتهای ذهن. و این حزم مثل نور و زور اولیاء خدا و بزرگانی مثل حضرت مولانا می باشد که ما را در برابر گرفتاری من ذهنی یاری می دهد. حزم آن باشد که نقلی به ترا چرب و نوش دامهای این سرا. حزم و تأمل آن است که ما اولا به من ذهنی خودمان که مدام ما را فریب می دهد و چرب و شیرین من ذهنی را به ما می خوراند فریب نخوریم و در دام این سرای من ذهنی نیفتیم، که نه چربش دارد و نینوش او، سر خاند می دمد در گوش او. من ذهنی هیچ چیز خوب خوردنی ندارد و مثل سحر و جادو ما را به طرف همانیدگی این دنیا می کشاند و قول راه است برای رسیدن ما به فضای یکتایی. حزم آن باشد که چون دعوت کنن تو نروی مست خواهان منن. معنی حزم و دور اندیشی آن است که من ذهنی خودمان و منهای ذهنی دیگران ما را به همانیدگی سوق می دهن، نگوییم که آنها ما را دوست دارند و خواهان دیدار ما و دوست شدن با ما هستند. و حزم آن است که از دعوت آنها صرف نظر کرده، چون این من ذهنی خود و دیگران نمی توانند خود و دیگران را دوست داشته باشند، در اصل دشمن ما هستند. دعوت ایشان سفیر مرغ دان که کند یاد در مطمئن نهان. دعوت منهای ذهنی مثل صدای مرغی است که صیاد با ترفند برای گرفتن این پرندگان در کمینگاه از خود در می آورند. این من ذهنی مثل آن صیاد است که هر لحظه ما را به طرف دام همانیدگی می کشاند و ما غافل از این صدا به طرف این دام می رویم و دانه همانیدگی را می خوریم و گرفتار می شویم. حالا آقای شعبازی یک چند بیت از جبر می خواستم. بله خواهش می کنم. توضیحاتی دارم درباره حال، ولی اینا دیگه توضیح ندارم. آقای جبر در مقابل حزم جبر، یعنی که بگیم در مقابل
جبر حزمه. بله بله بفرمایید. هر که من از تاهلی بی شکر صعب، او همی داند که گیرد پای جبر. هر که جبر آورد خود رنجور کرد، که همان رنجوریش در گور کرد. گفت پیغمبر که رنجوری بلاغ، رنج آرد تا بمیرد چون چراغ. تر کن این جبر را که بس توهیست، تا بدانی سر سر جبر چیست. تر کن این جمع جمع من بلان، تا خبر یابی از آن جبر چو جان. این ابیات نجمن آقای شهبازی در بیابان ذهن ستاره رهنما هستن. بله. که زندگی درست را به ما یاد میدن. این ابیات هر یک برای زنده شدن ما با خدا واقعا هادی راهن. هادی راه است یارن در قدوم، مصطفی زین گفت اصحابی نجوم. نجم اندر ریگ و دریا رهنماست، چشم اندر نجم کو مقتداست. چشم را با روی او میدار جفت، گرد منگیزان راه بحث و گفت. زان که گردد نجم پنهان زان قبار، چشم بهتر از زبان با اثار. آقای شهبازی، این ابیات هر لحظه میتونیم ما با این ابیات در اطراف اتفاق این لحظه فضا را باز کنیم. آفرین. فضای ذهن خارج بشیم. آفرین. و دوباره به خدا و زندگی وصل بشیم و گرد و غبار من ذهنی را فرو بنشانیم. من قبلا خیلی مثلا بحث میکردم تو خونه، مثلا گرد و غبار اصطلاح برمی انگیزاندم، ولی الان با این ابیات خیلی خوب شدم. خیلی مثلا اصلا فضا برام باز میشه با خوندن. یاد من هر روز این ابیات تکرار میکنم. انقدر هم شیرینن این ابیات، انقدر لذت بخشن برای من و شبابی. زور هم اینا را حفظ میکنم. هر لحظه هر ساعت من این را تکرار میکنم، هم غزلا هم ابیات مثنوی. انقدر من بیت ها را حفظن، باور کن هزار بیت شاید باراتر من حفظ کردم. آفرین. هر روز اینا را میخونم، هر روز اینا را میخونم. چقدر ابیان به من آرامش میده آقای شهبازی، چقدر لذت میبرم. شب و روز ذکر من این ابیاته. شکر خدا. آفرین. زیادی دارم، زود هم حفظ میکنم آقای شهبازی. من باور کنی آقای شهبازی، این غزلای که ابیات بزرگی دارم، من در عرض نیم ساعت میتونم یک غزل 40 بیتی مثلا 50 بیتی حفظ کنم. آفرین. روش من هم این آقای شهبازی برای حفظ کردن به همه عزیزان میخوام توضیح بدم. روش من اینه آقای شهبازی، من میام یک بیت که از غزل میخونم حفظ میکنم، میرم بیت دوم. بیت دوم که حفظ میکنم، باز دوباره برمیگردم به بیت اول، دوباره بیت اول رو تکرار میکنم تا بیت دوم که حفظم شد. بعد بیت سوم که حفظ میکنم، دوباره برمیگردم به اول، میام تا بیت سوم. همینجوری ادامه داره تا ابیات آخر. اینقدر لذت داشتم، من هر روز اینا رو با آواز برای خودم تو خونه میخونم. آفرین. اینقدر میخونم. آفرین. آفرین. وقتی که میخواه اذان شروع بشه، من شروع میکنم قبل از اذان برای نماز این ابیات رو میخونم. دعا، همه دعاهای من قبلا با من ذهنی دعا میخوندم، ولی الان همه ابیات رو میخونم آقای شهبازی. چقدر من آرامش دارم آقای شهبازی. این همه از لطف خداونده، از لطف حضرت مولانا، از لطف بزرگواری شما آقای شهبازی. اگه شما نبودید آقای شهبازی، ما اصلا چی نره با اینا آشنا میکرد؟ اصلا ما چه میدونیم بزرگانی مثل حضرت مولانا داریم؟ آقای شهبازی، اصلا ما زندگیمون خراب بود، زندگیمون اصلا افتضاح بود. حالا خدا را شکر من نمیگم که کاملا عوض شدم، گهدایی بازم من ذهنی واقعیشه، ولی میدونم شناسایی کردم، میدونم میشناسمش دیگه. مثلا مثل قبلا نیستم عصبانی بشم، مثل قبلا اصلا توقعی از کسی ندارم آقای شهبازی. آفرین. اصلا چیزی از کسی نمیخوام. اصلا باورتون آقای شهبازی، من قبلا وقت من شاید تمام شده باشه، من قبلا میرفتم مثلا بازار، چیزی که میدیدم اگه توان خریدش رو نداشتم میومدم غصه میخوردم. الان نه، الان میرم میبینم نگاه میکنم، اصلا وای نمیشم در مغازه ها
چیزی که نیازم نباشه اصلا نمیخرم. آفرین. بی ضرورت در خوری مجرم شوی. آفرین. اصلا زندگی ما کاملا عوض شده. خدا را شکر. خیلی رسان بده آقای شعبازی. من بچه هم خیلی مثلا من بچه هم اذیت میکردم تو خونه، همسرم رو اذیت میکردم. واقعا الان نمیگم زیادم عوض شدم، ولی خدا را شکر از هم راضی هستیم. خدا را شکر من دخترم خیلی خیلی از من بهتر، یعنی من در برابر دختر هیچی نمیدونم. اون تازگی ها شروع کرده آقای شعبازی، مثلا چند ماهی هست، ولی ماشاءالله انقدر بلده، انقدر یاد گرفته، حالا رفته خوابیده. ولی میخواست چند بار تماس گرفتیم برقرار نشد. خواهش میکنم. جایی که من هست مثل خانم اکرم، من هم سیش دارم، مثلا ازش میپرسم، از دخترم برام توضیح میده، میگه من مثلا فون یعنی که برام باز میکنه، برام توضیح میده. آفرین. خدا را شکر. شما هم سیکل دارید. شما بفرمایید اسمتون چی بود؟ دوباره از کجا زنگ میزنید؟ من مریم هستم. من قبلا تماس گرفتم، گفتم که من بله. من مریم. از کجا؟ مریم از خوزستان هستم. خوزستان هستیم. بله. خوزستان. دارم شخص زنگ میزنم. بله. زنگ زدم آقای شعبازی، گفتم که من مریض بودم قبلا و ناراحتی داشتم و بله سینه داشتم و این چیزا. خدا را شکر. من تقریبا گفتم که 20 چند سال پیش که اوایل برنامه شما بود من اون مریضی رو گرفتم، ولی نمیدونستم تا 10-12 سال پیش من با برنامه شما به وسیله پسرم خدا را شکر آشنا شدم. از همون لحظه آقای شعبازی، من که آشنا شدم با خدا آقای شعبازی، یه بیت بود من اینو از زبان شما شنیدم، انگار یک آبی بود رو آتش ریخت برای من. با خدا قسم آقای شعبازی. آفرین. از همون لحظه من اینقدر علاقه شدید به این برنامه پیدا کردم، اینقدر علاقه دارم، اینقدر اگه دنیا رو یه طرف بذارن این برنامه آقای شعبازی، من عوض نمی کنم این برنامه رو با هیچی عوض نمی کنم. هیچی از خدا هم نمی خوام جز این که خدا زنده بشم. خدا را شکر میکنم که من زنده موندم، با این مریضی از بین نرفتم. با فامیلای دیگه بودن، کسانی آشنا بودن که عمرشون تو این دنیا نبود، ولی من خدا انقدر بهم لطف داشت، انقدر بهم لطف داشت که من با این برنامه آشنا شدم. آفرین. قبل از اینکه به جسم بمیرم آقای شعبازی. آفرین. شناختم. الان چند سالتون شده؟ الان چند سالتون شده؟ من الان 57 سالم. 57 سال دارم. آفرین. چقدر موفقین شما. آفرین. ممنون آقای شعبازی. من انقدر من متن نوشتم، یه دفعه فقط متن که برای برنامه زنگ بزنم نوشتم، هر هفته یه متن آماده می کنم. انقدر هم دوست دارم بنویسم، ولی خب متاسفانه من چون دستم گفتم مشکل داره برای نوشتن، نمیتونم یا زیاد مثلا بشینم زیاد بخونم، ولی سعی خودم رو میکنم. اگر دستم برن هم بکنه، سعی میکنم که ابیات رو بنویسم. آفرین. بخونم، سعی میکنم، یه مثلا میشینم دستم مینویسم، دستم ورم میکنه به خاطر عدم لنگ، بعد دراز میکشم یکم ورمش کمیشه، دوباره شروع میکنم به نوشتن. انقدر علاقه دارم آقای شعبازی. آفرین. خوشم از این ابیات میاد. ممنونم. باهاتون خداحافظی کنم. عالی بود. بله. خیلی چیزا از شما یاد گرفتیم. همه عزیزان که پیام ها را میگذارن آقای شعبازی، این پیام های نکته ها، این پیام های عشق، همه ما کمک میکنن. همه من هر کی ابیات این اینا که زنگ میزنن میخوام من باشون تکرار میزنم، همه شما عزیزم. این دیار خروب چقدر لذت بودم از این دیار خروب، چقدر داستان قشنگی بود. من تا بیت زیرکی بگذارو حیرانی بخر اون تا اونجا حفظم. آفرین. همه را خب دیگه، برای همین پیشرفت کردین. ممنونم. خدا حافظ.
خب این درسته که تلفن طولانی بود ولی خیلی آموزنده بود. دوباره شما میبینید یه خانم 57 ساله ارادهش رو به خرج داده، روی خودش تمرکز کرده، بیت‌های مولانا رو میخونه، پیشرفت میکنه. یه مثال خوبی است که ما هم بگیم منم میخوام این کارو بکنم. شما هم کار کنید، پیشرفت خواهید دید. بله بفرمایید. سلام علیکم. خدا قوت. خیلی ممنون. بفرمایید. من اعظم هستم، از نجف آباد زنگ میزنم. بله اعظم. 4 ماه پیش باهاتون تماس گرفتم. یکم هول شدم. یه نفس عمیق بکشین دیگه. اینجا همش یه خانواده شدیم، هول شدن نداره. شما و دوستانتون یه مجلس نشستیم. شما داریم برای دوستانتون صحبت میکنید. بله. بله بله. من دوست دارم اول از همه غزل رو شروع کنم بخوندن، چون اون دفعه اصلا هیچ بیتی نخوندم. با اجازتون میخونم. بله. خواهش میکنم. غزل 545. بی تو به سر می نشود، بادگری می نشود، هرچه کنم عشق بیان، بی جگری می نشود. اشک دوان هر سحری، از دلم آرد خبری، هیچ کسی راز دلم، خود خبری می نشود. یک سر مو از غم تو نیست که اندر تن من، آب حیاتی ندهد یا گوهری می نشود. ای غم تو راحت جان، چیستت این جمله فغان، تا بزنم بانگ و فغان، خود حشری می نشود. میل تو سوی حشر است، پیشه تو شور و شر است، بی ره و رأی تو شها، ره گذری می نشود. چیست حشر؟ از خود خود رفتن جانها قطع شد. بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. ممنونم، خواهش میکنم. بفرمایید. مطلبم از لرستان سری قبل تماس گرفتم، نتونستم درست صحبت کنم، اگه خاطرتون باشه. بله خواهش میکنم. من یادم نیست. بفرمایید الان صحبت کنید. بله شوازی، من با یه بیت از مولانا جان میخوام شروع کنم. در تو هست اخلاق آن پیشین جان، چون نمیترسی که تو باشی همان. آن نشانی ها همه چون در تو هست، چون تو زیشانی کجا خواهی برست. بله همه این اخلاقات ما هست آشابازی. من خودم شاید خیلی از اخلاقایی که یاد گرفتیم و تقلید کردیم، از رو تقلید یاد گرفتیم، ما داریم انجام میدیم خودمون، و همین اخلاقا باعث شده درگیری های کوچیک به درگیری های بزرگ تبدیل شد. شاید یه تقلید کوچیک مثل لباس شستن واسه مردا، بله، همین خودش واسه من یه درد بود. شاید باورتون نشه، مثلا من خودم الان، یعنی اشاوازی، شما از یه آدم تیکه پاره دارین تیکه هاشو به هم میچسبین، یه آدم درست میسازین. من خودم باورم نمیشه، بعضی کارا رو دارم خودم انجام میدم و همین کارهای کوچیک باعث شده که اون دعوای بزرگ پیش نیاد، اون درگیری های بزرگ پیش نیاد. آفرین. و خدمت شما عرض کنم، خیلی چیزا من برنامه رو نمیدونستم چجوریه، کی شروع شده و کی تموم میشه. من الان شهرستانم و دسترسی به ماهواره ندارم متاسفانه، همینجوری رو تاریخ برنامه تماس گرفتم خدمتتون. بله. شهرستان ما یه جوریه شهبازی، یعنی من ذهنی، اول خودم رو عرض می کنم،
کلاک میکنه اینجا. من این شعر رو همراه خودم آوردم که میگه رو ترش کن که همه رو ترشانند اینجا، کور شو تا نخوری از کف هر کور افا، لنگ رو چون که در این کوی همه لنگانند، لطه بر پای بپیچ و کج و مژ کن سر و پا. واقعا شعبازی اینجا باید رو ترش کنی، یعنی یه جوریه که من خودم خیلی آدم حال خرابی بودم، یعنی همین الانم هستم، نه این که بگم درست شدم، ولی واقعا میدونم اگه پایبند این برنامه باشم و قانونا رو اجرا کنم، یکی از قانونای راحتشو که من اصلا نمیتونستم وسیله داشتم ولی الان راحت، خیلی راحت پیاده روی میکنم، یعنی باورم نمیشه خودم وسیله رو میذارم پیاده روی میکنم. آفرین. میدونم یه قانون جبرانیه واسه من و برنامه ها رو گوش میدم و شعرها رو تکرار میکنم، خیلی خیلی اون تاثیر میذاره. آفرین. و شاید بگم همین ذره ذره، به قول مولانا جان میگه ذره گرجهد تو افزون بود در ترازوی خدا موزون، این موزون رو حس میکنم آقای شعبازی. آفرین. واقعا واقعا میدونم که این ذره ذره داره جمع میشه تو خودم، یعنی حسش میکنم یه جورایی. و اینکه در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید طعنه لاتوکسرون، ما طعنه لاتوکسرون رو زیاد زیاد دیدم، یعنی نمیدونستم، الان میدونم این طعنه ها چی بودن، الان میدونم چه دردایی کشیدم و نمیدونستم. آفرین. و الان هم واقعا یه دردایی، درد هوشیارانه برام سخته، میدونم که چی بودم، الان دارم چی میشم. به قول شما سری قبل گفتین چهارو به عیادتون رو فراموش نکنید، من خدمتتون عرض کردم سری قبل به خودزنی رسیدم، ولی واقعا شعبازی الان حالم و فقط خودم درک میکنم، فقط خودم، یعنی به کسی کار ندارم، میدونم دارم پیشرفت میکنم تو راه خودم. آفرین. و شما ممنونم آقای شعبازی، خیلی ممنونم از شما. عالی. نمیدونم چجوری تشکر کنم. لطف دارین. شما چند سالتونه؟ من 32 سالمه. 32 سال. جوان هستیم ماشاءالله. بله. سلامت سلامت باشین آقای شعبازی. آفرین آفرین. و اینکه آقای شعبازی یه بیت دیگر رو از کنم که خیلی واسم کاربردی بوده، خیلی. بله بله. خیش مجرم دان و مجرم گومت هست تا ندزد از تو استاد درست. آفرین. واقعا آقای شعبازی من هر روز خودم رو مجرم میدونم، هر لحظه خودم رو مجرم میدونم که اون درس ها رو بگیرم از اون استاد، واقعا از زندگی، از خداوند، از شما، از مولانا باید خودم رو مجرم بدونم، چون اگه خودم رو کامل بدونم یا بی نقص بدونم دیگه نمیتونم این درس ها رو یاد بگیرم. همینطور. باید خودم رو مجرم بدونم. و اینکه بازم تشکر میکنم آقای شعبازی، باهاتون درست درست صحبت کنم. صحبت شما خیلی عالیه، من نمیگم نمیدونم چرا میگی درست است، خیلی درست صحبت شما، چه اشکالی نداره. نه منظورم اینه که برنامه رو ببینم کاملتر جامعتر صحبت کنم، چون دور شدم به خاطر این عرض میکنم، وگرنه شما ابیات رو تکرار کنید، اجازه ندیم ذهنتون هر فکری بکنه، وقتی ابیات رو تکرار میکنید شما میریم پیاده روی، این ابیات رو تکرار کنید، شما دانسته قصدن اجازه نمیدین ذهنتون هر فکر منفی رو خاص بکنه و اوضاع رو به هم بریزه، وضعیت ها رو خراب کنه، اصلا حالتون رو بد کنه. نمیرین تو دنده سبب سازی، در دنده فضاگشایی هستید، در دنده هوشیاری نظر هستین وقتی این ابیات رو میخونید. کارتون درسته، پیاده روی کنید. بارها عرض کردم این چهار تا کارو که هر
کسی باید این چهار تا ورزش رو هر روز بکنه و هر چقدر بیشتر بکنه بهتره. یکی ورزش جسمیه، شما میفرمایید که راه میریم بیت‌ها رو میخونید، خب راه میریم ورزش جسمیه، بیت‌ها رو میخونید هم ورزش ذهنیه، یعنی ذهنتون ورزش میکنه برای فکر کردن، هم ورزش هیجانیه، هیجانتون هی لطیف‌تر میشه، فضا بازتر میشه، هیجاناتون لطیف‌تر میشه، جانتون هم زنده‌تر میشه. چون من هرچی از من ذهنی جداتر میشین، دورتر میشین، جاندارتر میشین، جان زندگی رو پیدا میکنید. من ذهنی مرده است، پج مرده است، حال نداره. ایشون قطع شدن البته. بله. بفرمایید. الو، سلام. سلام علیکم. حالتون خوبه شما؟ خدا خوبه. سلام علیکم. ممنونم می‌خواستم. سلامت باشه. درست سرش کتون دیگه هم خسته نباشه. ممنونم. از کجا زنگ میزنیم بفرمایید؟ من رستان هرمز کن. رستان گیرین گلی هستم. من هفته کملی هم زنگ زدم برای شما. که شعر خوندم. ادامه شدیم گفتم این دفعه بخونم. بفرمایید. غزل برنامه 990 خوندم. به خاطر که وقت گرفته نشد همه این نخوندم. بفرمایید. خواهش میکنم. اجازه شما بخونم. اجازه بدید. بله بله. به فرجور. بله. فرجور بخونم. بله بله. گفتم میخواستم ادامهش بخونم. درست است؟ بله بله. اول دنگ بخونم. قطع شد دوباره که. بفرمایید. بله. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام آقای شهبازی، خسته نباشید. سلام. خواهش میکنم. بفرمایید. من زهره هستم، از کانادا تماس میگیرم. بله زهره خانم، بفرمایید. خیلی ممنون آقای شهبازی. من یه چند تا شناسایی توی این چند روز اخیر داشتم، میخواستم اگر بفرمایید. بله 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 بله. واقعیتش اینه که یکی از مهمترین چیزهایی که این روزها متوجه شدم که موش خیلی بزرگی بود و از انبار من می‌دزدید و تا الانم شاید اصلا ندیده بودمش، اینه که من توی چه توی زندگی مادیم چه توی فعالیت‌های معنویم خیلی دربارش حرف می‌زدم و این دو تا بیتی که می‌فرمایند که کار پنهان کن تو از چشمان خود تا بود کارت سلیم از چشم بد، خیش را تسلیم کن بر دام موز، آنگه هست خود بیز خود چیزی بدوز. بله. و اتفاقی که افتاد اینه که مثلا من الان حدود 3 ماهی هستش که توی یک پلن خود مراقبتی خیلی خوبی بودم و خیلی خوب داشتم، حواسم به تغذیه‌ام بود و میدونستم دارم چیکار میکنم، تا اینکه چند روز پیش داشتم با مامانم صحبت میکردم، ایشونم چون زانو درد داشتن و یه ذره مشکلات جسمی داشتن، من به خیال خودم که میخوام ایشون رو راهنمایی بکنم شروع کردم باشون صحبت کردم و از اینکه من چجوری دارم تمرین میکنم، چجوری مراقب تغذیه‌ام هستم، ورزش میکنم و از اینجور صحبت. و خیلی جالبه که دقیقا از همون 3-4 روز اخیر یک اختلال خیلی بدی توی برنامه من به وجود اومده، یعنی به عناوین مختلف انگار که این من ذهنی من اینو شنیده و بهانه های مختلفی داره به وجود میاد و اختلال داره پیش میاد توی این کار من و من اصلا میبینم که ورزشامو دیگه اونجوری که مثلا قبلا انجام میدادم دیگه نمیدم یا تغذیه‌ام به هم ریخته و این خیلی داشت به من یه هوشداری شد که واقعا توی تمرین‌های معنوی هم همین جوریه و من این اشتباهو زیاد می‌کنم که در موردش حتی با خودم خیلی حرف می‌زنم، حتی با دوستانم که نشستیم خیلی صحبت میشه که آره مثلا اینجوری بکنیم بهتره، این ابیات رو اینجوری بخونم و میبینم که این من ذهنی، این گوش من ذهنی که میشنوه اصلا نمیدونم چه انرژی داره، چه جوری هستش که واقعا سنگ جلوی پای ما میندازه. و این موردی که شما همیشه میگید که ما سکوت بکنیم، که به قول دوستی که همین دوست تلفن قبلی هم صحبت کرده بودن چندین بار از کلمه صیاد من ذهنی اشاره کردن،
که ما از این صیاد من ذهنی واقعا در امان باشیم و شاید یکی از مهمترین نکته ها برای من بود. آفرین. و ریشه اینم متوجه شدم که اون منصب تعلیم پشتش هست، که انگار من اون میفرماین که منصب تعلیم نوع شهوت هست، هر خیال شهوتی در رهبوت هست، این که انگار که مثلا یک حس و یک ترغیبی در درون من وجود داره که دلش میخواد که آدم ها بگه که من متوجه هم میدونم، شما بیاید از من یاد بگیرید، و این خیلی خیلی موزیانه داره عمل میکنه و من متوجه شدم که خیلی میدوزده واقعیتش از انبار من. آفرین. یه مورد دیگه هم در مورد خروب بودن من ذهنی، اینم بازم توی چند وقت اخیر واقعا من میبینم که چقدر این مخرب هستش. و توی اون چند تا بیتی که ما داشتیم که میفرمودن که مسجد است آن دل که جسمش ساجد است، یار بد خروب هر جا مسجد است، یار بد چون روز در تو مهر او، هین از او بگریز و کم کن گفتگو، برکن از بیخش که گر سر برزند، مر تو را و مسجدت را برکند. اینجایش که میگه برکن از بیخش که گر سر برزند، من واقعا اینو توی خودم دیدم آقای شهبازی، یعنی از یک فکر کوچیک مثل یه جوونه توی ذهن انگار شروع میشه و این جوونه وقتی که میفته توی سیر سبب سازی، انگار داره اون جوونه رشد پیدا میکنه و سر میزنه و کلن اصلا میتونه این وجود هوشیاری ما رو بدزده و کامل از بین ببره. و این قسمتی که میفرمایین که برکن از بیخش واقعا بر من خیلی مهم بود. به نظرم وقتی که میگه که از بیخ برکنین، یعنی واقعا ما حتی اجازه نداریم حتی یک لحظه چشممون بلغزه، حتی یک لحظه فکرمون به سمت دیگرم، حتی به دیگرم فکرم نباید بکنیم، چون کافیه که اون یک لحظه فرصت پیدا بکنه که یه جوونه بزنه واقعا. یا وقتی مثلا به خودم میگم بخوای این خروب رو از بیخ بکنی، یعنی واقعا باید امیدت رو به هر چیزی که تو این زندگی بستی و فکر میکنی که این قراره به تو یه روز زندگی بده، از یک جایی یک چیزی غیر از خود زندگی، غیر از خود خدا قراره برای تو روزنه باز بشه، نیست. اینو این امید رو از هر چیزی که داری از بیخ بکن. آفرین. وقتی میگه که از بیخ بکنیم، یعنی اینکه ریشه خواستنها رو واقعا ما باید از بیخ بکنیم. کوچکترین خواسته، کوچکترین توقع، حتی مثلا من میبینم که بعض وقتا من میرنجم که چرا مثلا فلانی به من زنگ نزد، چرا مامانم به من زنگ نمیزنه، چرا از فلانی فلان اتفاق نیفتاد، از همسرم این موقعی میرنجم. ولی گاهی وقتا ما فکر میکنیم اینا عادیه، یا فکر میکنیم از سر محبته، یا فکر میکنیم از سر دلسوزیه یا عشقه که مثلا من دارم با آدم نشون میدم که مثلا من شما رو دوست دارم که توقع دارم به من زنگ بزنید. ولی واقعا از بیخ کندنه، یعنی هر کدوم از اینها وقتی همین یه جوونی کوچولوی این خواستم توی دل ما هست، بقیهش هم حتما وجود داره. یا مثلا همین از بیخ کندن باز دوباره میتونه این باشه که این خروب توی هیجانات ما بسیار بسیار وجود داره، یعنی هر ترسی که میاد، هر کوچکترین جوانی خشمی که میخواد توی وجود ما سر بزنه، ما سریع به این ابیات پناه ببریم و نذاریم که این به قول بیت برکن در واقع سر بزنه. برای اینکه اگه میگه اگه برکن از بیخش که گر سر برزند، مر تو را و مسجدت را برکند، یعنی این خیلی به نظرم تمثیل جالبیه که گیاه خیلی کوچیک میتونه یک مسجد بزرگ رو تخریب بکنه و اینقدر این قدرت خرابکاریش واقعا بالاست و ترسناکه یه جورایی. همینطوره. بله. خیلی خوب. من همین فقط میخواستم بگم این دوتا شناسایی هایی بود که تو این دو چند روز اخیر برای من اتفاق افتاده بود.
عالی بود، عالی بود زهرا خانم، خداحافظی کنم با تو. عالی عالی، خدا نگهدار. خب به نظرم برنامه امروز ما در اینجا به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گنج حضور.